le ciel de Paris s'envole une chanson. Mmh. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Mmh. Leur bonheur se construit sur un air faible. Bon, salam, binandegan aziz. 13th برنامه زیر آسمان پاریس رو از تلویزیون ایران فردا مشاهده میکنید. در این برنامه هم دو گزارش تهیه شده. اولی یادمان قربانیان کشتار سال 67 که انجمن دفاع زندانیان سیاسی اون رو برگزار کرد، به موقع خدمتون توضیح خواهم داد. و در بخش پایانی به مناسبت سفر آقای روحانی به نیویورک گفتگوی داریم با یک تحلیلگر تلویزیون فرانسه که در همینجا در باشگاه مطبوعات پاریس انجام شده. اما پیش از همه از شما دعوت میکنم به بخش از دیده ها تا شنیده ها توجه کنید. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. هفته‌ای که رفت همه نگاه ها به نشست مجمع عمومی سازمان ملل دوخته شده بود. موافق و یا مخالف، خبر اول این نشست حضور آقای حسن روحانی، مردی که آمده بود یاد احمدی نژاد را از نظرها محو کند. دست کم رسانه‌های فرانسه چنین باوری را از خود نشان دادند. کاری نه دشوار و نه آسان. آقای روحانی قبل از آن که به نیویورک برسد زمینه خوشبینی ها را به وجود آورد. آقای اوباما در ارتباط با ایران صریح و روشن سخن گفت و سپس آقای اولاند نیز ایران را به تدبیر و عمل مشخص در دو مورد، پرونده اتمی و پرونده سوریه، دعوت کرد. روز پنجشنبه دیدار دو وزیر خارجه ایران و امریکا در کنار یک میز مذاکره انجام پذیرفت. آقای فابیوس قبلا در پاریس و هم در دفتر سازمان ملل گفته بود ما بارها تکرار کرده ایم استفاده از انرژی اتمی تا مرز نظامی بودن حق طبیعی ایران است. او در مورد حمایت ایران از بشار اسد نیز هشدار داد. ملاقات 40 دقیقه‌ای دو رئیس جمهور فرانسه و ایران یکی از خبرهای مهم این هفته تلقی شد. بسیاری معتقدند در مذاکرات مستقیم ایران و امریکا فرانسه می‌تواند نوعی رابط باشد، زیرا آلمان از سیاست جهانی دور و بریتانیا بسیار به امریکا نزدیک است. روسیه نیز در این زوزنقه تحلیلی تنها حق دارد یک زاویه را انتخاب کند. آقای اولاند اولین رئیس جمهور غربی بود که با آقای روحانی ملاقات کرد، اما در سال 2005 آقای روحانی با آقای شیراک در پاریس دیداری داشت. در امریکا آقای روحانی و ظریف در ملاقات‌های توأم و یا مجزا در صدد جلب اطمینان سیاستمداران هستند. اگر هنوز پرسش‌های مطرح هست، اما سه وزیر خارجه امریکا، بریتانیا و فرانسه میگویند تحریم ها اثرات خود را نشان میدهد و ایران راه گفتگو را انتخاب کرده است. ظاهرا شعارهای ضد امریکا فراموش شده تاریخ خواهد بود. در دیگر خبرها، عملیات پایانی در کنیا که در جنگ با تروریست ها 67 بیگناه جان باختند. در فرانسه یک جوان فرانسوی رو آورده به اسلام به همراه همسرش که با پلیس گلاویز شده بود، دادگاه او را به 3 ماه زندان تعلیقی محکوم کرد. آقای اولاند بازیکنان تیم بسکتبال فرانسه را به دلیل پیروزیشان به حضور پذیرفت. و اما با تکرار رقابت‌های سالانه سرآشپزهای فرانسوی فرصتی شد تا درباره سلیقه غذایی و اشتهای رؤسای جمهور فرانسه عکس‌ها و مطالبی چاپ شود و اینکه این افراد اشتهای غذایی و یا سیاسیشان به کدام سمت و سو نگاه می‌کند. در این هفته خانم کلینتون گفت عجله‌ای برای اعلام تصمیم‌گیری خود در مورد نامزدی احراز مقام ریاست جمهوری امریکا ندارد. خانم مرکل بار دیگر در انتخابات کشورش پیروز شد و فرانسه از این امر استقبال می‌کند. این عکس از سوریه و از استراحت کوتاه مدت دو تن از شورشیان علیه بشار اسد مخابره شده است. و بالاخره آمار می‌گوید اگرچه استفاده از کودکان در مشاغل 48 میلیون کاهش داشته، اما هنوز راه طولانی است. و در اینجا پیش از پایان این بخش
شاهرخ مشکین قلم به دعوت انجمن فرهنگ ایران اشعاری از میرزاده عشقی را در پاریس روخوانی و اجرا کرد. گزارش این حادثه فرهنگی را در هفته بعد در زیر آسمان پاریس مشاهده خواهید کرد. میرزاده عشقی در سنین جوانیش ترور شد. همه ترورها در همه قرون یا تصمیم سیاسی و یا تصمیم مذهبی داشته است. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. انجمن دفاع زندانیان سیاسی و عقیدتی سازمانی است پرکار و متاسفانه با پرونده قطور در مورد آنچه که در سالهای گذشته اتفاق افتاده. در این هفته شنبه گذشته این انجمن نشستی رو برگزار کرد به یاد قربانیان سال 67 با شهادت خانم‌ها و آقایانی که در این سالها در ایران در زندان بودند. دیده ها و گفته هاشون رو خواهید شنید همراه با سایر آمار و ارقامی رو که خودتون قضاوت خواهید کرد. ما امشب بار دیگر گرد هم آمدیم تا نام و یاد آنان را زنده نگاه داریم. همانا تلاشی باشد در راستای مبارزه با فراموشی. به یاد آنان برخیزیم و یک دقیقه سکوت کنیم. انجمن دفاع زندانیان سیاسی در سالگرد یادبود قربانیان کشتار سال 67 نشستی را در پاریس برگزار کرد و چون برخی از حاضران به ایران آمد و شد دارند، فیلم برداری تنها با سخنرانان روی صحنه انجام گرفته است. در ابتدا بهروز عارفی از سوی انجمن دفاع زندانیان سیاسی سخن میگوید. تابستان 1367 شاید سیاه‌ترین بخش کارنامه جمهوری اسلامی باشد. با گذشت زمان از هولناکی جنایت ذره‌ای کاسته نشده است. دستور از بالا آمده بود و پایینی ها به وحشیانه ترین صورتی به اجرایش گذاشتند. گرچه خمینی از دست مجازات مردمی گریخت، اما بیشتر بانیان و عاملان این کشتار هنوز زندن و باید پاسخ دادگاهی بازماندگان را بدهند و نه فقط بازماندگان. ما در فرانسه باید لحظه ای از بازتاب رنج و درد بازماندگان این جنایت ها غافل نشده و مبارزه را همسو با مادران و دیگر بازماندگان جانباختگان تا تحقق دادخواهی آنان و به محاکمه کشاندن همه مسئولین این جنایت ها به پیش ببریم. در سرود جانت رنج هزاران ستم کشیده قطر خونت به راه میهن گلها دمیده. ای پرنده های طوفان آسمان سرخ ایران، شعله بر شد از جانهاتان، راهتان فروزان تا طلوع صبح فردا. توده های خلق ما را با شما بود پیمان ها، ای همه شهیدان، ای همه شهیدان. خانم فاطمه جویاکار یکی دیگر از سخنرانان با شوهرش زمانی که 4 ماهه حامله بوده دستگیر، فرزندش را در زندان به دنیا می آورد و کمی دیرتر نیز شوهرش را اعدام می کنند. او در سال 1364 در بهمن ماه آزاد شده است. من به عنوان یک زندانی زن سیاسی دهه 60 بران نیستم که فقط درد و رنج را روایت کنم. من می خواهم روایتگر مقاومت زنان سیاسی آن دوره باشم. در آن موقع من 4 ماهه حامله بودم. خب من فکر میکنم که همه شما بدانید که
پس از دستگیری در زندان جمهوری اسلامی چه بر سر زندانیان می آوردند؟ شکنجه روحی، ضرب و شتم هنگام بازجویی و به طور مضاعف برای زنان و دختران فحش و تحقیر مردانه، آزار بدنی و از همه مهمتر خطر تجاوز هم بر آنها سنگینی کرد. من هم مستثنا نبودم، ولی آنچه درد و رنج مرا چه در دوران بازجویی و چه در دوران زندان دوچندان میکرد اعدام دوستانم، برادر آن همسرم حمید 15 ساله، کوروش 20 ساله و بعد از 4 ماه سعید 24 ساله همسرم. میتوانم از این دوره اولیه 4 ماهه برایتان بگویم که سخت‌ترین روزهای زندگی ما روزهای پایانی زندگی همسرم در کنار من. در این میان بچه هایی بودند که در زندان متولد شدند، در زندان نشستن و حرف زدن و راه رفتن آموختند و به شدت از کمبود نور آفتاب و سوء تغذیه رنج می بردند. بچه هایی که تجربه نخستین سالهای زندگیشان با بازی در زندان با چادر و قوطی ریکا و غیره، اونا به جای خاله بازی ملاقات بازی می کردند. خب دیدن رنج بچه ها اگرچه خودشان به آن آگاه نبودند، ولی به هر حال مادران آنها را دچار بحران های روحی میکرد که برون رفتن از این بحران ها پاسخ های روشنی را میطلبید که هر مادر سیاسی و زندانی میبایست به تضادهایی که در ارتباط با زندگی فرزندش در زندان پیش میامد میداد، وگرنه او را به سمت تواب شدن میراد. چرا که جمهوری اسلامی از بچه ها به عنوان اهرم فشاری برای مادران استفاده میکرد. از بچه های زندان حرف زدیم. وقتی اومدم توی خونه شوهر قبلی من که رفیق امروز منه رو ببرم، پسر بزرگ من که موقع 1 سال و 4 ماهش بود، وقتی میکشوندنش که ببرن که از در یه راه روی سراسری داشتیم که پنجره سراسری داشت و تا آخر حیات فاصله بود، اینو که بردن بچه اینا که وارد شدن چشماش دو برابر شد و وحشت ورش داشت. من فقط تونستم بگیرم توی بغلم و فشارش بدم که یه ذره از اون وحشتش کم کنه. حق نداشتیم حرف بزنیم و باید یه گوشه می‌نشستیم تا اونا خونه رو بگردن. وقتی که این همسر قبلی منو می‌بردن و این مقاومت می‌کرد و اینا می‌زدنش و خون از بینیش و اینا راه افتاده بود، این پسر من رفته بود وایساده بود بالای این پنجره سراسری، این انگشتشو به یه دلیل نامعلوم گذاشته بود کنار پنجره و نگاه می‌کرد، فقط نگاه می‌کرد، نه حرکت می‌کرد نه گریه می‌کرد. و مادامی که ما تو خونه بودیم هر روز صبح این بچه بیدار می‌شد و تا شب این انگشتشو می‌ذاشت روی این پنجره، سرشو میجذبون به این شیشه و به حیات خالی و جای پدرش نگاه میکرد و من نمیدونستم که باهاش چی کار باید بکنم. و این قضیه یه چیزی حدود 10 ماه تا برای اولین بار که به ما ملاقات دادم و تونست پدرشو ببینه ادامه داشت. هنوزم که هنوزه بعضی موقع خیره میشه بهش، میگم به چی فکر میکنی؟ میگه مامان تو که میدونی به حیات. خانم مینا زرین از آلمان آمده و درباره حجاب زنان سخن میگوید. به مناسبت 25 سالگرد کشتار زندانیان سیاسی که دومین کشتار در واقع در زندان‌های ایران هست، من توضیح کوتاهی رو برای شما میگم. جمهوری اسلامی رژیم سرمایه‌دار مردسالار با یگانگی در سرکوب و دستگیری و شکنجه زنان و مردان را در روی تخت‌های زنجیر، شلاق و چوبه های دار و رگبار مسلسل بر تپه های اوین در سالهای 60 و تا 63 و در سال 67 گوهردشت و حسینیه اوین و همچنین در سایر زندانهای ایران در یک رویارویی نابرابر و جنگ نابرابر سرکوب کرد و نسل کشی رو که به عنوان نسل کشی دهه 60 هست به وجود آورد. هنگام ورود به زندان اوین چادر سرمه‌ای به سرش انداختن. با شیطنت و با طنز میگفت چادر سرمه‌ای رو به من دادن که به رنگ لباس هم جور در بیاد و خبر نداشتم که بازجون قرار سر قرار بیاد. ناهید به شدت با کاب شکنجه شد و در دادگاه از افکار و اعتقاداتش دفاع کرد. به همین دلیل یقین داشت اعدام خواهد شد. کوتاه به بند آورده شد
و موقع وداع با دیگر زندانیان آهنگ مرا به بوس را خواند. دختر زیبا، امشب بر تو مهمانم، بر پیش تو میمانم، تا لب گذاری بر لب من. با تک تک ما رو بوسی کرد و هیچ اعتنایی به فریاد دگهبان زن که جیغ میکشید سریع‌تر برادرها بیرون از بند منتظرن نکرد. ناهید جسورانه چادر مسخره سرمه‌ای را تا آخرین لحظه به سر نکرد و نگهبان موقع خروج او از بند چادر را به سر انداخت. ناهید یک جنگجو ضد سلطه و ضد نمادهای ارتجایی همچون حجاب اجباری سیاه چادرها چادر را زیر پا لگد کرد و اعدام شد. سخنران بعدی هجیر پلاسچیست. چکیده گفته او این بود که موزه ما اشتباه نبود وقتی از حقیقت می گفتیم، ولی یک اشتباه کردیم و باید به این دلیل همه چیز را بازنگری کنیم. من زمانی که در واقع قرار شد که بیام اینجا حرف بزنم یاد یک ماجرایی افتادم مربوط به سال 88. بهار 88 من هنوز توی یک روستایی توی آلمان منتظر این بودم که پاس پناهندگیم چاپ بشه برسه دستم، که رفقای از سوئد تماس گرفتن و از من خواستن که تابستون اون سال شهریور برای سالگرد کشتار تابستان 67 و در واقع به یاد کشتگان دهه 60 برم استکهلم صحبت کنم. من قبول کردم، ولی خب بین در واقع فاصله قبول من تا زمانی که قبول من برم اونجا کلی اتفاق افتاد دیگه، ماجرای انتخابات و بعد جنبش 88 و همه اونچه که به خاطر دارید. خب این خیلی روی چیزی که من اونجا گفتم تاثیر گذاشت و من سعی کردم که ربط خاوران، ربط کشتار دهه 60 رو به اتفاقی که امروز داره میفته اونجا شرح بدم. یه چیزی من اونجا گفتم که من اجازه میخوام از روش بخونم. من گفتم که در واقع در مورد علاوه بر همه احترامی که برای رفقا قائل بودم و اینها، یک انتقاد کوچیکی هم کردم. گفتم که کسانی هم هستن که یک سره از فراز باروهای منزه طلبانه با هرچه که رنگ سرخ ندارد مرزبندی میکنند. سالها در مناقب جنبش انقلابی سخن میگویند، اما در هنگامه جنبش انقلابی بیرون از آن می‌ایستند. آنانی که انتظار دارند بلشویک‌های روس در خیابان‌های تهران ظهور کنند و آنان را به عنوان رهبرانی فرهمند بپذیرند. در واقع خب این ماجرا خیلی جالب نبود، ولی بخش جالب ماجرا این بود که وقتی فیلم این سخنرانی منتشر شد درست همین پاراگراف احتمالاً به دلیل یک مشکل فنی نبود. دوباره می سازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم، اگر چه با استخوان خیش دوباره می گویم از تو گو به سیر
در ادامه سخنرانی ها یک بانوی زندانی دیگر خانم فریبا صابر در پی سخنان سخنران قبلی میگوید خودش نشون میده که چقدر هنوز چیزهای پنهانی هست که حتی ماها که تو اون زندان بودیم نمیدونیم. در نتیجه این جنایت بزرگ سه نسل ما دچار آسیب جدی شد، ما پدر و مادرانمان و فرزندانمان. من در اینجا میخوام یه مکسی روی بچه ها بکنم، همون جوری که گفتم و اصلا هم میگم چرا گفتم کودکان دربند، برای که نظر من فقط بچه هایی نیست که در زندان بودن و در زندان دنیا آمدن، این بچه های خانواده هایی که آسیب دیده هستن یا اعدام شدن یا به هر حال زندانی داشتن در جامعه هم فقط در یک زندان بزرگتر بودن، یعنی زندانی بودن که کلی اینا جامعه اینا رو دچار تناقض هم میکرده. برای که من فکر میکنم که این نسل ما هست که آسیب و باز تولید میکنه، هرچند مادران ما بسیار زجر کشیدن ولی رفتن، ولی این نسل جدید ما مرتب این آسیب رو بازسازی میکنه. بچه من، بچهش و بچه های دیگه به این آسیب رو بازسازی میکنن. و بالاخره در پایان امیر میررضایی با 10 سال سپری کردن زندان در پشت میلها میگوید با حکم اعدام مخالف است و بخشیدن و فراموش کردن در برابر درک دموکراسی مسئله دوم است و نه مسئله اول. من بازداشتگاه موقت بودم، یک چند ماهی داخل زندان بودم، موقعی وارد دادگاه شدم مثلا باورم نمیشد. من حاکم شهر رو دیدم پشت به میز نشسته بود، کفشاشم خوابونده بود، ظرف غذا خورده اینجا و ما هنوز وارد نشده، گفت که چرا هوادار اقلیت شدی؟ منم بهش گفتم که شما چجوری هوادار حزب جمهوری اسلامی شدی؟ به مأموری هنوز من دستندم رو باز نکردم، یعنی من هنوز نمیدونستم دادگاه چیه، جریانش کلا اینا. گفت این مردی که کمونیست کافره ببریم بیرون. یک دقیقه دادگاه من یک دقیقه بود. خب حالا مسئله بی تجربه رو اینا رو گفتم. مسئله بعدی سرشت ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی. آنها فقط خود را برحر میدانند و بقیه یا اعتقادی هستند یا جزء کفار و در صورتی که توبه نکنند و اسلام نیاورند قتلشان واجب. این موضوع کلیدی و اساسی رژیم بود که دگراندیشان بایستی از میان برداشته شدند. با دامن زدن به توهمات مردم و اذهان عمومی چنین تلقین می‌کردند که اسلام در خطر است و مملکت به دست کمونیست‌ها و اعتقادی‌ها خواهد افتاد. ناموستان دیگر مال خودتان نخواهد بود. کمونیست یعنی خدا نیست و از این دست حرف‌ها. قفس را بسوزان، رها کن پرندگان را، بشارت دهندگان را که لبخند آزادی گوشه‌شان با سحر بروید، سرود ستاره را موج چشمه با آرمان بروید، ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید، در بخش پایانی گفتگوی رو خواهید دید با ارولد ایمن، یکی از تحلیلگران تلویزیون فرانسه، در مورد سفر آقای روحانی به نشست مجمع عمومی سازمان ملل و اینکه ایران در حال حاضر در چه وضعیتی است، ایران چگونه جهان رو نگاه میکنه و جهان چگونه ایران رو قضاوت میکنه. گفتگو با ارولد ایمن، تحلیلگر تلویزیون BFM را ساعتی قبل از سخنرانی آقای روحانی در نیویورک انجام دادیم تا که بُعد تحلیل در یک مجرای خاص باقی نماند و ابتدا از او پرسیدیم در این لحظه شما خوشبین هستید یا نه و چرا؟ من دیگه پلتو اپتیمیست در لحظه پرزنت. من میگویم در این لحظه خوشبین. رئیس جمهور جدید نوعی خوشباوری مشروط اما حقیقی را در حلقه های سیاسی فرانسه و حتی امریکا به وجود آورده است. انتظاری مثبت و نشانه هایی مثبت. Donc il y a une attente positive et les signaux sont plutôt positifs.
وقتی میگویید مثبت یعنی پذیرش شرط و شروط سابق یا که با دلیل و برهانهای تازه. طرح این است که ورقها را بر میزنیم و از اول شروع میکنیم، اما هدف و قانون بازی را عوض نمیکنیم. ایران میگوید ما در حیطه اتمی حقوقی داریم، خیلی از ما نپرسید تا چه حد و چگونه. غرب میگوید برنامه اتمی شما نظامی است. در دو سوی این معادله که همدیگر را بر نمیتابند، هرگاه کارت‌ها را مخلوط و از نوع آنها را بچینیم، شاید راه حل مطلوبی را یافته و شاهد اجرای آن باشیم. دست کم دیپلمات‌ها تلاش خود را در این زمینه جمع کردند. برای شما آقای روحانی چه امکانات و خواست بیشتری دارد که آقای احمدی نژاد نداشت؟ باید گفت او در مواردی کمتر دارد، مثلا اصرار به بحرانسازی در عمل و در گفته ندارد، مثلا نوکتیز حمله به حساسیت غرب، هولوکاست که هیچ ارتباطی به ایران نداشت و یا بدون لحظه‌ای وقفه هر بار و هر جا تکرار موضوع می کرد، حتی در نیویورک، یا که در مورد همجنسگرایی که می گفت در ایران وجود ندارد، در حالی که از نظر علم بیولوژی در قطب شمال و قطب جنوب هم وجود دارد، تماماً حرفهایی می زد که اندیشه و باور غربی نمی توانست آن را هضم کند. اولین امتیاز آقای روحانی این که چنین نمی کند. آقای ایمان، اگر حرفهای شما را درست فهمیده باشیم، سایه آقای خامنه‌ای غایب و آقای روحانی هرچه بخواهد در نیویورک انجام خواهد داد. به عنوان یک تحلیلگر معتقدم رهبر حضور دائم خواهد داشت، با این تفاوت که وارد جزئیات نمی شود. فرقی هم نمی کرد که احمدی نژاد باشد یا روحانی. جزئیات و روش مشکل رهبر نبود و نیست. او رهبری کامل را دارد. اینکه به روحانی بگوید چه انجام بده و چگونه بعید به نظر می رسد. حالا اگر مقایسه رژیم کشورتان را این گونه ببینیم، رهبر و رئیس جمهور مثل فرانسه رئیس جمهور و نخست وزیر. واقعا می خواهید و می توانید فرانسه و جمهوری اسلامی را مقایسه کنید؟ چرا، یک امر موازی نگری وجود دارد، با این فرق که رئیس جمهور فرانسه با رأی مردم و انتخابات آمده، در حالی که رهبر ایران رهبر شبیه به واتیکان می باشد، مادام العمر است و اگر انتقادی متوجه او بشود شما گناهکارید، انگار که یک پاپ دارید و یک نخست وزیر، و در این معادله آقای روحانی نخست وزیر است. پس او می تواند دیدگاه متفاوت داشته باشد و تمام هنر رهبر در این خواهد بود که روحانی را آزاد بگذارد تا ببیند چه خواهد شد. پس جالب است که ببینیم در ذهن رهبر چه می‌گذرد و آن وقت نفر دوم در تلاش انجام این کار و آن کار باشد. احمدی نژاد در این امر مثلا قانع سازی غرب شکست خورد، در حالی که رئیس جمهور قبلی او آقای خاتمی با همین رهبر یعنی آقای خامنه‌ای موفق شد به مراتب به هدفهای دورتری برسد. آیا روحانی به محل و مکان خاتمی خواهد رفت و خواهد رسید؟ آن را باید منتظر بود. حالا دو سوال همزمان و موازی دارم، ایران و سوریه، ایران و فرانسه. شما این دو را مرتبط، موازی و یا اصولاً مشترکاً مثبت می‌بینید؟ به هم ارتباط دارند. برای دیپلماسی و روش کار ایرانی‌ها، آنگونه که حس می‌کنم، سرنوشت حکومت بشار اسد برای ایران و تعادل در منطقه بسیار مهم است. دست کم در این معادله که اگر بشار اسد حذف شود القاعده خواهد آمد و تهران این را بر نمیتابد و دقیقاً فرانسه هم همین دیدگاه را دارد، مانند امریکاییان میتوانم بگویم خوشباورانه به موضوع نگاه میکنند، یعنی که جلوی القاعده را بگیریم
و بشار اسد را سرنگون کنیم. پس چه کسی را برمیگزینند؟ به نظر من راه حل سوم کوچک، محدود و ضعیف است. در نتیجه نیمی از صورت مسئله تفاهم است و آن اینکه القاعده نه. به نظر شما این تنها موضوع اختلاف و یا تفاهم بین تهران و غرب است؟ La non-entente, vous dites? Oui. Le seul désaccord? Oui. Non, le désaccord, c'est évidemment. میگویید تنها مورد اختلاف؟ نه. حضور گروه‌های نظامی خارجی از سوی ایرانی‌ها در سوریه مثل پاسداران، منظورم گروه القدس است، یا که کمک‌های مالی به حزب الله در لبنان، این دو را با همکاری نوری المالکی پیوند بزنید، آن وقت طبیعی است که غرب این سه شبکه را نپسندد. به دلایل ساده، مثلا لبنان از آن ماست نه شما. در واشنگتن آمریکایی‌ها می‌گویند آیا واقعاً ارزش داشت که صدام را برداریم تا دشمن دیگرمان را در بغداد بر سر کار بیاوریم؟ در نتیجه هیچ کس حالا حس خوبی ندارد. مشاهده نیروهای ایرانی در خارج از مرزهایش حس خوبی به پاریس و واشنگتن نمی‌دهد، چون که امتیازاتی را از ما می‌گیرد و گمان داشتیم که از آن ماست. به نظر شما برای حکومت ایران آقای اولاند مهربان تر است یا آقای سرکوزی؟ Peut-être un tout petit peu plus gentil. Peut-être. Parce que déjà Nicolas Sarkozy avait une posture de boxeur. شاید یک کمی یا کمی بیشتر نیکولاس سارکوزی به بوکسوری میمانست. دوست داشت در مقابله ضربه‌ای بزند و گاهی هم ضربه‌ای مهلک. اما دوست نداشت ضربه‌ای دریافت کند. با اینکه قواعد بازی را پذیرفته بود که ممکن است ضربه‌ای دریافت کند. آقای اولاند فرق می‌کند، خیلی هم فرق می‌کند. مثل آن ورزش ژاپنی که نبایستی لمس و دست زد. حالا شانس زمان و مکان یک میانه رو در تهران بر سر کار است. در این چند هفته در اطراف آقای اولاند شنیده می‌شود که روحانی یک میانه رو روبروی ماست. به سمتش برویم، بگوییم شما میانه رو هستید، ما هم میانه رو هستیم. با این همه اولاند در راه و روش کاریش در مراحلی که لازم ببیند کوتاه نخواهد آمد. مثلا در مالی شاهد این امر بودیم. در واقع نرمش بیشتری از سرکوزی دارد، اما وقتی لازم باشد بگوید با جدیت تام و تمام میگوید. همان زمانی میشود که کسی از موضع خود عقب نمیشیند. Le jour vient pour se redire, il devient raide. Et là, c'est comme les deux hommes deviennent interchangeables à ce moment-là. و پرسش آخر، چون شما هم روزنامه‌نگار هستید، از دوربین تلویزیون ایران فردا سوالی را با آقای روحانی مطرح کنید. Ah d'accord. Bien. Alors, la grande question pour monsieur Rouhani, c'est پرسش مهم من از آقای روحانی این است. آقای رئیس جمهور، آیا فکر می‌کنید یک روز امکاناتی را خواهید داشت که غرب را قانع کنید شما به دنبال بمب اتم نیستید؟ Les occidentaux que vous ne recherchez pas la bombe atomique. وقتی دو روزنامه‌نگار دوست یکدیگرند، دانسته و ندانسته هایشان را بحث نمی کنند. نحوه گفتن، زمان و مکان آن را جستجو می کنند.